افشاگری اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه درباره شکنجه در دوران بازداشت همچنان بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی دارد. در همین ارتباط همکارم بهروز صمدبگی همراه ماست تا نگاهی داشته باشد به این واکنش‌ها. بهروز، افشار تا دیروز بیشتر واکنش‌ها حول محور تلاش جمهوری اسلامی بود برای تکذیب شکنجه، اما امروز توییت‌های سپیده قلیان بیش از همه مورد توجه قرار گرفت که اعلام آمادگی کرده در یک دادگاه عادلانه در مورد شکنجه ها شهادت بده. خانم قلیان یک رشته توییت نوشته، از جمله اینکه گفته شکنجه اسماعیل بخشی از زمان بازداشت در فرماندهی حفاظت اطلاعات تا پلیس امنیت که فریاد میزد من یک کارگرم دنده هایم را شکستی و زمان انتقالمان از شوش به بازداشتگاه اطلاعات اهواز چنان شدید بود که من ده روز نخست بازداشتم تصور میکردم برادرم مرده است. او بعدا درباره شکنجه ها توضیح داده و گفته ای کاش و صد ای کاش شکنجه و همان ضرب و شتم خلاصه میشد. وارد کردن اتهامات جنسی در جایی که قطعا حتی اگر فریاد میزدم صدایم به جایی نمیرسید دردناکترین قسمت ماجرا بود. بخشی از این توییت رو میبینید، همچنین توییت کرده روز آخر بازجو میگفت اگر بیرون بروی و دهانت رو باز کنی همین ادعاها و اعترافات اجباری تو و اسماعیل بخشی را در اخبار 23 پخش خواهیم کرد و پودرتان خواهیم کرد. بعد میگه بله خداوندگاران قدرت، اگر من نمیدانستم که شما میتوانید ما را پودر کنید که روی این صندلی ننشسته بودم. اما بریم به سایر واکنش ها. اکبرین میگه دولت روحانی با اسماعیل بخشی همان کاری رو کرده که رهبری با انتخابات 88 کرده. پرونده شاکی رو به متهم یعنی وزارت اطلاعات سپرده، متهم هم طلبکار شده و حالا رئیس دفتر رئیس جمهور میگه متهم قرار است از شاکی شکایت کند. فساد سیستماتیک یعنی این. مهدی هم معتقد برخوردی که با بخشی بعد از افشای شکنجه شد ادامه همون سرکوب سیستماتیکه و نه جدای از اون یا یک موضوع هیجانی اتفاقی. اینکه دولت مسئله شکایت از اسماعیل بخشی رو به واسطه افشای شکنجه مطرح میکنه یادآور دستگیری افشا کنندگان تجاوز به دختران در سیستان و بلوچستانه، یعنی یه جورایی جلوگیری از افشاگری و پیشگیری.